ترجم سعید رضا منصوری. صدا پرداز قدیر خالص. شاید این دفعه خوب پیش بره. از همینت خوشم میاد. همیشه به نیمه پر نگاه میکنی. حداقل واکسنی که دو شاخ میخواد و داری. تقریبا کارمون تموم شده. تقریبا و تموم شده یه چیز نیستن. آره، اما وقتی همه چی تموم شه، وقتی که نمیخواد کاری برای عوضی ترین رئیس تبهکار این شهر انجام بدی. البته اگه همه چی طبق نقشه پیش بره. اگه همه چی طبق نقشه پیش بره، بعدن میتونیم در موردش حرف بزنیم. هنوز از اینجا بیرون نرفتیم. یه نگاه این اطراف میندازم. چیه؟ هیچ. نباید هم چیزی باشه. دونان، نگران نباش، خوبم. واکسن چی؟ سالمه. مترو اومدن فکر خوب نبود. میدونم، تازه ساعت شلوغی هم نیست. دوتان؟ سه تا، همه شونم سایبورگم. ایده ای داری؟ نه. تو چی؟ نه. تو چطور این سه تا رو از قلم انداختی؟ اگه مشکل انرژی داری؟ الان نه، اونا دارن میان. به یه دختر غیر مسلح شریک نمی کنی؟ می کنی؟ ناشی. به اندازه کافی تیر استفاده کردی؟ آره میدونم. اما میدونی که هیچی استفاده نکرد؟ اونا بریم قطار رو را بندازیم. درست شد، بریم. باشه. چه بلایی سر رانندمون اومد؟ اون رانندمون نیست، یه طالبه. کمین کردم. اینطوری فکر میکنی؟ این چیه دیگه؟ رسیدیم آخر خط.
منظورت از تره چی؟ فقط یه نفر دلیل اینجا بودنمونو میدونست. چطوره؟ خوب نیست نه؟ نه. انگار باید همینجا پیاده شیم. ممنون. آسیب دیدی؟ چیزیم نیست. شاید یه سایبورگ خیلی خوب باشی، ولی ربات که نیستی. دانه سیب، قسمت سوم، سرآغاز. سرپرست گویندگان، عرفان هنربخش. ارائه شده توسط وبسایت تاین موویز. حیف شد طبق نقشه پیش نرفت. آره، مسلماً طبق نقشه پیش نرفت. دنیای جدید از اینجا شروع میشه. پیروزی از آن ماست. ما موفق میشیم، پیروز میشیم. کدوم نادونی هنوز این تبلیغات رو پخش میکنه؟ همون نادونی که برق مورد نیاز رو باسه ادامه زندگی این شهر تأمین میکنه. ادامه زندگی این شهر؟ جدی میگی؟ خب، شاید زندگی یکم واسهش زیاد باشه، برای چیزی که ما داریم بهتر از هیچیه. گمون نکنم. وقتش دو شاخ رو ببینم. واقعا؟ ما همین الان تو ماموریتی که بهمون داده بود شکست خوردیم. فکر میکنی ایده خوبی باشه؟ اگه نریم دیدنش خیال میکنه با این واکسن کفتی فلنگو بستیم. بهتره فراموش کنیم که به دو شاخ مدیونیم. شاید بهتره چیزی که داریم و برداریم و از اینجا بریم. و بریم کجا؟ نمیدونم. اولیمپوس چطوره؟ باز شروع شد. تو هنوز فکر میکنی اون ممکنه اون بیرون باشه؟ نمیدونم، شاید. اینجا همه چی بیمعنی به نظر میرسه. دونن، ما توی جنگ جهانی جنگیدیم و آخرش کی برنده شد؟ کی پیروز شد؟ هیچ کس. این بیمانیه. میدونم، میدونم چیزای زیادی رو فدا کردی. ما بدهیمونو با دو شاخ تسویه میکنیم. بیا بریم. مثل اینکه خیلی دوست داری تسویه حساب کنی. درو با کن. آره، ما قانونو میدونیم. Don't worry, I left my toys at home. She's clean. Told ya. رئیس منتظره، برید بالا. چرا همین پایین نگهش نداریم؟ هرچی نباشه یه سایبرگه، یه سلاح متحرک. آره، ولی نگاش کن، اگه خیلی زود شارژ نشه کارش تمومه. مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ آره، خوبم. اونقدر دیر کردین که کلی وقت داشتن فکر کنم. مخت از آک بندی در اومد. میخوایی میدونی در مورد چی فکر میکردم؟ جمعون کردم با اون چیزی که میخواستن فرار کردید. پس سود باش. واکسنو بده من. همین الان. چرا یکی از نوچهات این کارو نمی کنه؟ خبرداری که هنوزم فلگردارو رو میگیرن. واکسنو نداریم. چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بگه مشکلاتی برخوردیم. اما تو که نمیخوای چیزی در موردش بدونی. خیال میکردم شما بهترینین. مگه من واسه حل کردن همین مشکلات بهتون پول نمیدم؟ اگه از ما خوشت نمیاد میتونی از این تیم نخبهی که اینجا داری استفاده کنی. یه جای دیگه واسه کار پیدا میکنی. هنوز مسئله یه کوچیک بدهیتون باقی مونده. من به اندازه کافی واسه تصویه برات کار کردم. شوخی میکنی؟
قیافم شبیه آدم هایی که شوخی میکنن. آروم باش آروم، شما بچه ها اصلا حس شوختابی ندارید. یادت بیاد وقتی اومدی سراغم چه سروازی داشتی؟ من نبودم که سراغت اومدم، باهات خوب رفتار کردم، داشتم این شهر رو اداره می کردم. یادته؟ تو به من نیاز داشتی نه من. یادمه، اما الان فکر میکنم دیگه با هم بی حساب شدیم. بی حساب؟ الان دیگه مطمئنم داری شوخی میکنی. اگه به خاطر من نبود دختره باید توی خیابون گدایی میکرد و تو هم میشدی توستن یه نفر. از اینجور که من میبینم من و تو هنوز به بیحسابی نزدیکم نشدی. من و تو دیگه کارمون تمومه. برای روز خدا. آره کار تمومه. بس موفق باشی. امیدوارم یه دکتر خوب به جای ماتیوس پیدا کنی. خیلی بد شد که تو 500 کیلومتری اینجا دکتر خوبی وجود نداره. پس خدا حافظ. به سلامت. روز خوبی داشته باشید. تو چی میخوای؟ ولش کن. خب ممکنه بخوام دخل چند تا ربات جنگی تو بخش شرقی شهر بیاد. کاش میشد یکی رو برای این کار پیدا کنم، اما انگار همه سرشون گرم کار توی جای دیگه است. باشه این کارو میکنیم، اما اول برای روز باید شارژ و تعمیر بشه. باشه این قوطی حلبی تو تعمیر کن دختر خانم، ولی هر قطعه یا مهماتی که پیدا کردید و برام میارید. ناخونک زدنم موقوف. اینان بگیر بده به ماتیوس. باید واسه هزینهاتون کافی باشه. اگرم نخواستش مال خودت دونان. به عنوان هدیه پیشواز شب عید به کلکسیونت اضافه کن. اونجا خیلی خوشمشرب و صمیمی بودی. خیال کردم دوست داری از دوشاخ دور باشی. هنوزم میخوام، اما انجام این کار به نظر ساده تر از دوزیدن ماتیوس میاد. واسه مهم نیست دوشاخ اونجا چطور نقش بازی میکرد. مطمئنم تو قضیه حمله بهمون دست داشته. آره منم اینطوری فکر میکنم، ولی نمیتونیم ثابت کنیم. واکسن هم که براش نبردیم، پس شاید یه مأموریت دیگه بهش بدهکار باشیم. ها میدونی کیا اینجوری حرف میزنن؟ معتادا. ماتیوس، ماتیوس هستی؟ نه. آره خیلی خوب باشه، بگیرش. یه چک پرداختی دیگه از دوشاخ. مثل این که اصلا متوجه نیست این چیزا دیگه اونقدر که فکر میکنه ارزش ندارن. چرا متوجه است؟ بیا بگیر واسه خودت، این یه بار منو سوزونده. خب بیای دیگه. بگیرش. وای تا حالا از اینا ندیدم، یا حداقل مطمئن نیستم دیده باشم. مدل K12. آره آره یه مدل کلاسیک، تو دوران جنگ ساخته شد. یه سلاح تاکتیکی مخصوص حمله های ساری، ولی به خاطر برد محدودش خیلی زود کنار گذاشته. آره شنیدم مهندسایی که اینو ساختن قطعاتش بدون استفاده از مواد تولید انبوه طراحی کردن. هی میتونین بدون من به صحبت های تخصصیتون ادامه بدین؟ آره باشه. من که نمیفهمم شما چی میگی. آره آره میدونم. تو آسیب دیدی؟ میخوای یه نگاهی بهش بندازم؟ تنها چیزی که نیاز دارم یه شارژ دوباره است. تو مثل پیر زنان نگرانی. من تو دوران جنگ بیار بودم. جدا؟ بهم میگفتن دوکی؟ حالا بذار ببینم از کجاست؟ آها پیدا کردم. مزه آب حوز میداد. سطح انرژی سلولام دوباره کم شده. تا جایی که میتونستم باتری تو شارژ کردم. دوست دارم مولد انرژی تو ریسیت کنم، اما کم بوده قطعات داریم. امر دیگه؟ صفحه نمایشم، حرکاتم، تقریبا همه چیز. کاش بیشتر در مورد سیستم کاتونکریت میدونستم، واسه اینکه احتمالا همه شون به هم ربط دارن. میدونی
موقعی که اوزاد رو به را بود حتما خیلی دیدنی بودی. ناره دست رو دلم نذار. همه چیز عوض میشه. همه چیز. راستش از سایبورگ بودن خسته شدم. دور زمانه بدیه. خب این ممکنه یکم درد داشته باشه. قسم میخورم که این قسمت مورد علاقت. کار ما هم مزایای خودش داره. ببینم چه اتفاقی واسش افتاده. میدونی از همون موقعی که آوردیش سعی کردم درستش کنم. قطعات مکانیکی رو راه انداختم اما سیستمای الکترونیکیش کار نمیکنه. چای 12 چی؟ شاید اما اونم به اندازه خودت پیچیده است. تو این آخرین کارم دنبال دفترچه راهنماش میگردم. فکر میکردم اون کار توی قطار آخرین کارت بود. مگه خودت همیشه نمیگفتی میخوای از این شهر بری؟ این همون چیزیه که منم همیشه میگم اما دو شاخ مثل شهر داره، باید بهش جواب پس بدیم. شاید این آخرین کار من واسه دو شاخ نباشه اما واسه دونان هست. بعدش میتونه همونطور که خودش میخواد یه زندگی تازه رو شروع کنه. دونان؟ عمرن اون هیچ وقت بدون تو نمیره. شاید اگه همیشه کنارش نبودم و مثل یه روح با پیچش نمیشدم این کارو میکرد. روحا فقط موجودات گذشتن، مهم زمان حاله و در حال حاضر اون دختر ترجیح میده کار تو را بندازه. اون میخواد کمکت کنه. تو باید خوشحالترین ربات آدمی یا آدم رباتی تو این حوالی باشی. واقعا تو فکر میکنی اینطوریه؟ اگه نفهمی تو این دور زمان همه تنها و کسی رو ندارن هیچ وقت نمیتونی خوشحال باشی. تمام شد. الان دیگه باید بهتر کار کنیم. فقط بذار یه بررسی دیگه بکنیم تا مطمئن بشیم. به نظر روبرا میاد. اینم کادوی خوب شدنت. های مواظب باش. چته تو زامنش سر جاشه. هممون که نمیخوایم برای اون بمیریم. من یکی که نمیخوام. شرمنده. حواسم نبود. مشکلی نیست. حواسم نداشتم. باشه. اون به نظر نمیدونم یه جوری عجیب غریب نبود. ماتیوس دیگه عجیب غریب تر از همیشه بود. آه راستی این یکی رو مهمون من باشین، یه یادگاری به مناسبت آخرین ماموریتتون. ممنون. خب الان حالا چطوره؟ دارم میخواد بهت بگم ولی نمیخوام سرتو با حرفای تخصصی در بیارم. خوبه لطف میکنی. شنیدم رباتای بی سرنشین قابلیت تشخیص نیروهای خودی رو از دست دادن. حالا دیگه سراغ همه میرن. فکر میکنی حقیقت داشته باشه؟ میتونستیم از نیروهای خودی بپرسیم ولی هیچ کدومشون بر نگشتن. واقعا مایه دلگرمیه. ناره جالبه. شک ندارم که گن زدیم به همه چی. آره اما این نمیتونه مربوط به زمان جنگ باشه. خیلی تازه است. خیلی جالبه رد باها نشون میدن با چند تا آستریچ 317 سر و کار داریم. بدترین نوعشون و یاشیونه از اونا درست اونجاست نزدیک تخاتو. کجا؟ اون طرف. اون حلقه ماشینای داغون شده رو میبینی؟ یه دونه دیگه هم تو 50 متریش در جهت شرق. از کجا میتونی؟ اونا تو سوراخ‌های عنکبوتیشون منتظر میمونن. بعد دیگه او میان بیرون و شلیک میکنن. واسه همینه که همه بقایا توی یه دایرن. نقطه ضعفشون چیه؟ مهماتشون محدوده. تبالیه کاراشون از قبل برنامه ریزی شده. سرشون هم خیلی سنگینه. پس شروع کنیم. اونجا رو سه تا سایبر، دو تا جنگجو، یکی هم آدم نمیشناسم. یه دختر باشونه. اونا در مورد رباتای خودکار نمیدونن. اگه همین مسیر رو ادامه بدن میمیرن. برگرد اینجا. لعنتی.
حالا فرصت فرار داری. عجله کن. بیا. همینجا بمونی. لعنتی. و میام از بین رفت. اینم از چهار رامی دارم میام پایی. تو کی هستی؟ تو حالا چیزی شبیه به تو ندیده بودم. تو یه سایبورگی؟ خب شاید، البته بیشتر انسان تا ماشین. از کجا میاین؟ مالا این اطراف نیستی؟ نه، واسه همینی که با چند تا ولگرد محلی به مشکل خوردم. ممنون به خاطر کمکت، تشکر. مالا هر کجا هستید ولگرداتون خیلی آموزش دیدن. ممکنه دقیقاً ولگرد نبودن. میتونی بهم کمک کنی؟ خوب شد ما اینجا بودیم تا حساب اون ربات جنگی رو بریزیم. کاملا اتفاقی بود مگه نه؟ اسم من دونانه، اونم بره یره اوسته و تو گرفتم. نمیخوای حرف بزنی؟ چت شده؟ تو که باید بتونی بلندش کنی. عادتاً آره، ولی بعضی از قطعام خراب شده. جنگ هم به چیزو عوض میکنه. راجب سیستمای بیومکانیکی میدونم. چرا نمیذاری یه نگاهی بهشون بکنم؟ این کمترین کاریه که میتونم در ازای نجات جونمون براتون انجام بدم. باشه، عجیر ملت. شاید باید بهش اعتماد کنی. یه روز این اعتماد کردن اگه تو منو به درد سر میندازه. حالا ببین. خیلی خوب، یه نگاهی بنداز. زیاد اذیتت نمیکنم. بذار سیستم تو بررسی کنم. تو یه سایبرگ جنگنده هکاتون کریزی هستی. دربارش شنیده بودم ولی این اولین باریه که یه دونش از نزدیک میبینم. میدونم که خیلی جذابم. ادامه ای کارتو انجام بده. آره درسته، شرمنده. خودشه. یه ریستراشه برنامه خودسنجی تو مسدود کرده، شاید ویروسه. سنسورهای حرارتی اتصالی کردن، کاملا سوختن. باعث شده سیستم خنک کننده تمام انرژی تو مصرف کنه. ولی باعث نشد نتونی اون ربات رو از بین ببری. How is it? Sure. Yeah.
فوق‌العاده است. دیدی؟ کاری نداشت. شما مال این طرف هایی؟ ای بگی نگی. ما باید با هم از اینجا بریم. اولسن. اولسن؟ پس اسمش اولسنه. بهم یاد دادن هیچ وقت سوار ماشین یه غریبه نشم. کاملا موافقم. ممنون. اسم من اولسنه. اینم آیریسه. شما کارتون از بین بردن ربات‌های دوران جنگه؟ آره، ولی این کار همیشگیمون نیست. خب باید باشه. خیلی تو این کار خوبید. ما هم داریم باقی مونده‌های خطرناک جنگ رو از بین میبریم. واقعا؟ برای کی؟ مهم نیست. فعلا یه چیزی هست که برای انجامش احتیاج به کمک داریم. اون دیگه چه گفتیه؟ احتمالا همونایی هستن که دوست ندارن ما ماموریتمون رو انجام بدیم. تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنم همچین آدمایی ما رو فقط صرف این که همراه اینا هستیم میکشن. حالا هم اینجا با هم گیر افتادیم. به چند تا ربات قدیمی برخوردم. نبردشون ادامه داشته. من جزئیات میخوام. از ردپاها و پوکه ها اینجور به نظر میاد که یه سایبرگ سنگین وز بوده، مجهز به یه تفنگ تک‌تیرانداز پرقدرت که باهاش از حاشیه یه شهر شلیک میکرده، و یه نفر دیگه که کوچکتر و سریعتر بوده با یه مسلسل خودکار کالیبرشیش وارد درگیری شده. و به اون سمت رفتن. این ربات ها هنوز گرمن. احتمالاً کمتر از 30 دقیقه پیش بوده. به همراه دو تا دوست جدیدشون؟ به نظر میرسه با اونا رفتن. بیا برگردیم به شهر. دنبالشون نمیریم؟ هر کی که داره کمکشون میکنه میتونه رباتای ما رو نابود کنه. باید بدونیم با چی طرفیم. پس گمون کنم باید بریم دیدن دوستمون تو مرکز شهر. اون با مزدورا آشنایی داره. خوبه. حرکت میکنیم. خیلی وقت بود که از اینا ندیده بودم. چی توشه؟ سوال خوبیه. با اون قدرت آتیش خوش شانس بودین که زودتر سر نرسیدین. برو آیریس رو بیار. انگار تو دردسر افتادیم، نه؟ بیا بریم اون ربات‌ها رو برای مهمات بگردیم یا برای هر چیز دیگه‌ای که بتونیم پیدا کنیم. چطور به نظر میرسه؟ سنش واسه این چیز خیلی کمه. معصوم و بیگناه. به نظر من که خیلی سرسخته. مطمئن نیستم همچین معصومم باشه. فقط داره سعی میکنه واسه ماموریتشون سرسخت باشه. فکر میکنن که ماموریت مهم میدارن، مگه نه؟ آره، همینطوره. چیه؟ هیچی، فقط این که مدت زیادیه تو راه بودیم. و تو شارژ لازم نداره. آره، چرا ماتیاس چیزی که اولسن خیلی زود فهمید و متوجه نشد؟ بهم گفت که تو دوران جنگ دکتر بوده. نه مکانیک. من که باورم نمیشه. اون تو کار با ماشینا خیلی خوبه. فکر میکنی ماتیاس میخواسته تو رو زمینگیر کنه؟ نمیدونم، اون همیشه خوب به نظر میرسه. آره، گمون کنم. هرچند با سه دوشاخ کار میکرده. ما هم همینطور. اتفاقی افتاده؟ نه، بنزین تمام کردیم. اونا کجا؟ شاید مرده باشن. بهشون راحت ترین ماموریتی که تا حالا داشتن رو دادن. یه خبرهایی هست؟ شاید هم شهر رو رد کردن. غیر ممکنه. برو ببین چی دستگیرت میشه.
Gentlemen. Tell us. چی باز شده این سعادت نصیبم بشه؟ مثل اینکه نگران یه مشترکی داریم. آخه چطور ممکنه؟ من فقط یه تاجر خورده پام، تو ترایتون رو اداره میکنی. در مورد دختر چیزی میدونی؟ پای دختر در میونه، راستشو بگو. خوشمزه بازی در نیار. نمیتونم کارش کنم، خوشمزه که تو خونم. کجا بردنش؟ ببین، خودت میدونی که هیچ کس اندازه خودم به زنده بودنم علاقه نداره، اما نمیدونم داری در مورد چی صحبت میکنی. تو یه سایبورگ سنگی وزن استخدام کردی نکردی؟ برای روسو میگی؟ اون که کسی نیست، فقط یه مزدور همین. بگو ببینم قضیه چیه. یه دختر هست که سایبورگ تو اونو دزدیده، در جریانی؟ اگه در مورد برای روسه میتونم کمکت کنم، اما در مورد دختر دزدیده شده چیزی نمیدونم. تو یه چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. های خانم، تو میتونی کمکم کنی؟ به نظر میاد داره حقیقتو میگه. راهای ما بارها هم دیگر رو قطع کردن و از اونجایی که قصد دارم دنیا رو بدون امثال تو از نو بازسازی کنم، شاید وقتش باشه که راهامون از هم جدا کنیم. کمون نکنم دوباره هم دیگر رو ببینیم. داری از شهر میری؟ خیلی از شنیدنش ناراحت شده. این رفتن من نیست که قراره براش عذاب بگیری. براتون تاکسی بگیرم. امیدوار بودم کار به اینجا هم نکشه. امید؟ چه زیبا؟ یکم زمان میبره. یکم طول میکشه. بشین. ممنون. فقط یه دقیقه. مهمون نمیخوای؟ میدونی تو خیلی جوانتر از اونی هستی که بخوای درگیر این مسائل بشی. سکوت درمانیاره؟ باشه، میفهمم. ببین، ما واقعا اونجا جونتون رو نجات دادیم و اولسن هم در عوض دوستتو تعمیر کرد، پس بی حسابیم. باشه، منصفانه است. امکان داره ما کاملا اتفاقی به شما برخورده باشیم. شایدم جاسوسایی باشین که تلوس فرستاده باشه دنبال ما. به هر صورت ترجیح میدم اصلا باهات صحبت نکنم. میفهمم. باشه. شماها سربازین؟ بذار اینطوری بهت بگم، ما جاسوس نیستیم. بالاخره باید بهم اعتماد کنی برای روز. یه جواب درست حسابی بده تا بهت اعتماد کنم. چی میخوای بدونی؟ کی تو هلیکوپتر بود؟ تا حالا اسم ترایتون رو شنیدی؟ الان ازت میشنوم. خب، رئیسشون تلوس دنبال آیریسه. چرا؟ به خاطر ماموریتش. تلوس قبلا عضوی از تیمی بود که باش کار میکردم. چه تیمی؟ برای کجا بودن؟ اولیمپوس. البته ناجی نجات بشر، درسته؟ اگه اینو باور داری تعجب نکن که بهت اعتماد نمی کنم. بذار یه چیز رو روشن کنم. قصد ندارم در مورد اولیمپوس متقاعدت کنم. تو هم لازم نیست در مورد اینکه حقیقت داری یا نه نگران باشی. به نظر من که خوبه.
ماموریت چیه؟ محرمانه است. تازه داشتیم قضیه رو روشن میکردیم. بعدن بهت میگم. ببین بیا فعلا حواسمون به زنده بودن باشه. من حواسم هست. آماده ی حرکتیم. این دفعه من رانندگی میکنم. باشه. شهروندان گرامی، من افتخار اینو دارم که شخصا این خبر رو به اطلاعتون برسونم. شب گذشته دوشاخ بزرگترین جنایتکار شهر با کمک ترایتن کشته شد. با این دستاورد عظیم ما میتونیم شروع به بازسازی دنیامون کنیم. هر بار یک شهر و از همینجا آغاز میکنیم در بزرگترین شهر دنیا، نیویورک. رئیسمون حالش خوب میشه مگه نه؟ بابا طوریش نیست. از اون بادمجونای بیافته. تلوس فکر میکنه اون مرده؟ اینم احتمال از شانس خوبشه. برای رئوسو پیدا کردی؟ میدونیم کدوم طرف رفتن. سب کن. تلوسا که دیدی خیلی داغون بود. داغون بود. یعنی آخه به که گفتم حرکت نکن. فقط خفشو درستم کن. خواهش زود باشین. نه صبر کن، باید استراحت کنی. امیدوارم به زودی برگردی. البته قدتر از این حرفاست. فقط دستپخت خودته که همچین بوی میده. خیلی بامزه ای. واسه غذای امشب باید ممنون دوشاخ باشی. او بس تو یکی که نمیتونم متشکر باشم. آشپزی برات نیست. هیچ وقت کدبانی خوبی نبودم. تو چیزای دیگه خوبی. چطور پیش میره؟ دیگه کسی اینجا وجود نداره. احتمالاً از زمان جنگ متروک و رها شده. تونستی بفهمی از کجا میاد؟ مطمئن نیستم که باید بهت بگم یا نه. ای بابا بی خیال، از کجا؟ میگن که از اولیمپوس میان. اولیمپوس؟ واقعا؟ پس حقیقت داره؟ بعید میدونم. خیلی سخت در مورد چیزی حرف میزنه. فکر میکنم داستان اولیمپوس یه دروغ دیگه است واسه مخفی کردن عملیاتش. آره شاید، اما شبیه قطعات اولسن تو حالا اصلا ندیده بودی؟ هی نگران شدیم، داشتیم فکر میکردیم کجا رفتیم. چیزی که دنبالش بودین رو پیدا کردیم؟ اول من نگهبانی میدم، شما سعی کنید یکم بخوابید. میرم دوباره شهر رو بگردم. تو همینجا بمون. ستاره ها به نظر درخشان تر از قبل جنگ میان. اینطور فکر نمی کنی؟ من که هیچی یادم نمیاد. ولی من چرا؟ خانوادم رو یادم میاد. برای روستا یادم میاد. اون موقع ها اینقدر سرخورده نبود. جنگ بالاخره سر هر کی یه بلایی میاره. آره، ولی ته دلم میدونم که اون هنوز همون همکار خوب قدیمیمه. هنوز هم میخواد برای آرمان و هدفش بجنگه. واسه همینه که کمکمون میکنه. نمیدونم، تو یه دلیل خوبی؟ گمون کنم. امیدوارم. پس بگو ببینم، تو اهل اولیمپوسی؟ اولسن نباید چیز میگفت. چرا نباید میگفت؟ اتفاقا باید میگفت. ما داریم میریم اونجا بعد از اینکه ماموریتمون تموم شد. وای خدا، باورم نمیشه. میدونستم تو اونجا بودی. چیزی که در مورد اونجا میگن باور میکنی؟ نمیدونم، اما میدونم که راه قدیمی انجام کارهای آینده بهتر رو نمیسازه. بدون چیزی مثل اولیمپوس نژاد بشر شکست میخوره. نمیخوام ناامیدت کنم، ولی الانم شکست خوردیم. این هر روز به هم یادآوری میشه. خاطره دنیایی که ساختیم،
واقعی بودن خرابی که به بار آوردی، اینکه چطور از هم جدا و متفرق شدی و اینکه هیچ وقت واقعا اتفاق نیفتاد. قدرتمندا هرگز با خودشون قانون نیاوردن و ضعیفم از بین رفت. مردم حریصن، اونا پول و زمین و قدرت میخوان، هر چیزی که باعث بشه حس کنن از بقیه بهترن یا مهمترن. برای همین دروغ گفتن و فریب دادن، همدیگر به خاطر غرور احمقانشون کشتن و پیش خودشون برای این کارا دلیل آوردن و توجیهش کردن. اما نمیشد توجیهش کرد، اصلا نمیشد، و ما همه چیزو از دست دادیم. تو برای وجود داشتن جایی مثل اولیمپوس امیدواری، در این حال از دنیایی که توش زندگی میکنی ناامید شدی. نمیتونی واسه همیشه مردد باشی دونان، باید انتخاب کنی بین چی و چی. بین این که دنیا رو همینطور که هست بپذیری، یا این که واسه ساختن یه دنیای بهتر تلاش کنی. هنوز راه درازی در پیش داریم. من برم یکم بخوابم. باشه، شب بخیر. اولیمپوس، یه چیزی داره میاد. یه تانک تو 5 کیلومتری بونه، یه راست داره میاد اینجا. یه تانک؟ هلیکوپتر کجاست؟ قبلا توی شهر دیدمش. آیریس بلند شو. چی شده؟ درد سر. هلیکوپتر رفته طرف شهر و حالا یه تانک میبینم. میدونی معنیش چیه؟ دوشاخ. صبر کنی ببینم. شما مگه میدونی کی تون تانکه؟ آره میشناسمش، از خیلی وقت پیش. اون چه ارتباطی میتونه با یکی مثل ترایتن داشته باشه؟ در تماس باشید، ما حواسمون به اونا هست. بگیرش، برو داخل و مواظب آیریس باش. بله بیا. ممنون. برای روز دوباره چیه؟ چیزی مهمی نیست، بعدا صحبت میکنیم. بعدا؟ واقعا خوشبینه. عجله کن. تانک های شهری معمولا سریع هست، ولی این یکی خیلی کنده. خب معلومه، تو هم اگه یه دوشاخ دوتونی رو هم میکردی کند میشدی. به نکته خوبی اشاره کردی. آره خودشونم. چرا سلام یادت را؟ اصلا شوخی نداره. از صف نمایش ناپدید شدن، ولی فکر نکنم زده باشیمشون. قبل از این که نارنجک بهشون بخوره جا خالی دادن. این غیر ممکنه. رای رئوس قدرت کافی برای همچین کاری رو نداره. خب چی کار کنیم؟ داشتم فکر میکردم بریم دمار از روزگارش در بیاریم. خوبه، خوشم اومد. فرار کرد، برو دنبالش. شلیک از طرف تکیر اندو ساعت 11. مهم نیست، نمیتونه آسیبی به همون بزنه. حالا حواست به گرفتن برای رئوس باشه. چشم بردن. فکر
فکر میکنی حالشون خوب باشه؟ فکر کنم کارشونو بلد باشن. داره باعث میشه مهمتمو هدر بدم. آش خودم نه ناشه. از این بازی موش و گربه خسته شدم. حساب اون دختر کوچولی یه تند و چیز رو برسی. همین جا بمون. اگه اتفاقی برام افتاد ماموریتو بهشون بگم، اونا بهت کمک میکنه. مطمئنم. میدونم، اما تو که چیزیت نمیشه. درسته؟ البته که نه، تو که میدونی من چقدر خوشبینم. از این طرف لعنتی اون افتاد. بگیریدش. بقیتون برگردید اینجا. مواظب باشید، سنسوراش تزئینی نیستن. برای نفس با حاطیه معامله می کنم. اگه دختره رو تحفیل بدی، منم واسه این که فرار کردی می بخشم. پیشنهاد فوق‌العاده که، ولی باید ردش کنم. باشه، پس من تو رو تبدیل به آهن پاره می کنم و در هر صورت دختره رو به دست بیارم. اگه بلای سرت بیاد، می دونی که چه اتفاقی برای دونام می افته. پس باید از خودت بپرسی؟ این دختری که تازه باهاش آشنا شدی واقعا ارزشش رو داره؟ خیلی آزاردهنده است. اولسه، این دیگه کی بود؟ صبر کن ببینم این همون دختر است؟ نه، not as innocent as you look. بیا زودتر از این آشغال دونی بریم. کارت خوب بود آیریس. ممنون. تو هم همینطور. اولسن کجاست؟ من حالم خوبه. با هم تیم خوبی میشیم. خوشحالم که اینجوری فکر میکنی. باید از اینجا بریم. راه بیافتیم. ما میریم ماشین رو بیاریم. هنوزم بهشون اعتماد داریم؟
دختره واقعا جونمونو نجات داد. باید هم نجات میداد، به خاطر اون پامون به این قضیه باز. ولی بازم بهتر از کار کردن برای دو شاخه. هر چیزی از کار کردن برای اون بهتره. آیریس. نه آیریس. نه نه جونان، جونان. براشون یک کادو بفرست. فرار کنم اینو. نه حالت خوبه؟ آره، گوشم سوت میکشه اما فکر کنم خوبم. اونا کجان؟ نمیتونن زیاد دور شده باشن. اونا یه هلیکوپتر دارن. هنوز میتونم امواج رادیوی اولسن رو ردیابی کنم، هرچند داره ضعیفتر میشه. دونان، ما اونا رو بر میگردیم. آره بیا بریم. پیدا کردنت خیلی دشوار بود. همه این تلاش رو واسه این بود. میدونی از قدیم گفتن فلفل نبین چریزه، و این کوچولو دقیقا کلیده ماست. کجاست؟ نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. فکر کنم میدونی. واقعا فکر میکنی چیزی به تو میگه؟ شایدم نگه، اما شرط میبندم تو میگی. اون سلاح کجاست؟ اون اسباب بازی شگفت‌انگیز که تو میخوای نابودش کنی. مگه اینکه تو خواب ببینی؟ تسلیم شد تدوس، بازی تمومه. من نمیفهمم چرا چیزای خیلی ساده رو انقدر پیچیده میکنی. سرسختی تا چهار. قبلا منو بهتر از اینا میشناختی. دختره رو ببرید به غرب. صبر کن، چیزی که میخواستی به دست آوردی. خواهش میکنم نکشیش. آدم ها هیچ وقت چیزی که میخوان به دست نمیارن. به زودی اینا میفهمی. اون شهر دیده است که هیچ وقت عملی نمیشه و جواب نمیده، مثل گرگه های الان این دختر. اشتباه میکنی تروس. شاید اشتباه
حالت خوبه؟ معلومه که حالم خوبه. دختره کجاست؟ تلوس بردش. چه خبر شده؟ ماتیوزو بیار روی خط. تماس بگیرم بفرستن دنبالمون؟ نه، بریم دنبال اون عوضی ها. دنبال برای روس و دونان؟ نه، تلوس از وقتی پاشو گذاشت تو شهرم چیزی جز درد سر برام نداشت. حالا هم منو اینجوری تاخیر کنه؟ یه جورایی ما شکست خوردم. ده حالتو ببند و دل و جرأت داشته باش. حالا بازی شروع شد. سیگنال داره قوی تر میشه. نستیکی هیچی این اطراف نیست. اولسن نه، اونو کشتن. اون یه سایبورگه ولی به هر حال مرده. اولسن یه سرباز بود، ریسکا که این کارو میدونست. میدونم، اما فکر میکنی دوست داشت اینجوری تموم شه؟ ما کاریو که اون شروع کرده تموم میکنیم. فکر نکنم بتونم. چی؟ برای من زیاده. مرگ، اونا ممکنه هر جایی برده باشنش، بیفایده است. من اشتباه میکردم. چی رو؟ فکر میکنم من اشتباه میکردم. تو اشتباه نمیکردی، اشتباه نمیکنی. چرا؟ من لحظه به لحظه زندگی میکردم. هیچ کاری جز زنده موندن انجام نمیدادم. این تنها کاری یکی ازمون برمیاد. نه، اینطور نیست. آلسن پای چیزی که بهش عقیده داشت مرد. وقتشه که ما هم عوض بشیم دونان. منظورت چی؟ باید انتخاب کنیم. پس به گشتن ادامه میدیم. ممکنه آیریس رو پیدا نکنیم. ممکنم از سر تلاش کردن برای پیدا کردنش کشته شیم. ولی باید تلاشمون رو بکنیم. باشه، تلاش میکنیم. دستش نگاه کن. چی توشه؟ هرچی که از اونقدر مهم بوده که حاضر بوده جونشو براش بده. میتونی بخونیش؟ یه ماموریته، یه جور پناهگاه زیرزمینی نزدیک اینجاست. چی؟ یادته اونا چطور معتقد بودن که چقدر ماموریتشون مهمه؟ حق مطلب رو ادا نکردن. قرار نیست آسون باشه. هیچ وقت نبوده. بفرمایید. عمرم اونقدر قد نمیده چیزی از زیر زبونم بکشی. اونم راه داره. هیچی اینجا نیست. اینطور به نظر میرسه.
کجا میدونستی؟ نیکس؟ بله قربان، شما چهارتا همینجا بمونید، بقیه‌تون دنبال من بیایید. اون بهم گفت که اونو تلوس با هم کار میکرده. حتما اون موقع بوده که دربارش فهمیده. احتمالا. حالا فقط باید مطمئن شیم که اون هیچ وقت دستش بهش نمیده. فکر کنم بتونی. مگه ضربه اول ما بزنی؟ چند نفرن؟ 14 نفر میتونم تایید کنم که با خلبان میشن 15. امیدوار بودم یه چالش پیش رو باید مراقب باشیم. آیریس هنوز پیش اوناست. ممکنه بهش آسیب برسونن. کسی که قرار آسیب ببینه اون نیست. به نظر ناقص میاد. این نمونه اولی هست. میبینی؟ کار میکنه؟ البته که کار میکنه. مگر نه چه دلیلی داشت که این همه راهو بفرستنش اینجا تا نبودش کنه؟ از کجا میدونی؟ تو حرفم میزنی؟ اطلاعات مربوط به این سلاح حتی تو اولیمپوس هم فوق محرمان هست. آلسن در مورد من چیزی بهت نگفته. من و اون از طرف اولیمپوس مأمور شده بودیم که بقایای جنگ و پاک سازی کنیم، اما تلاش برای خلع سلاح دنیا چه کار عبث و چه فکر گمراه کننده ایه. پس من تصمیم گرفتم که اینو فعال کنم. یه سلاح، سلاحی که میتونه رویایی که برای یک نظام جهانی جدید دارم و تحقق ببخشه. و تو؟ من هرگز بهت کمک نمی کنم. مأموریت من فقط و فقط نابودی اون هیولاست. به اندازه کافی این مزخرفات اولیمپوس رو شنیدم. چیزی که از درکش عاجزی اینه که آدم ها عاشق جنگ هستن. ازش داستان ها درست میکنن. به خاطر جنگ قهرمان هایی خلق میکنن، بزرگتر و فراتر از خود زندگی. این تو ذات انسان هاست که به جنگ ماهیت خیالی بدن. اگه این کارو نمیکردم زندگی به طرز ناامید کننده ای ملال آور میشد. اینطور فکر نمیکنی؟ من و تو در شرف تبدیل کردن این دنیا به مکان خیلی هیجان انگیزی هستیم. ماشینا استفاده کن. آیریس اون طرف پیش تلاسه برنده ها را فرستادن. داریم از دستش میدیم.
یا دشمن؟ گفتنش سخته، ولی دو تا شاخ داره. دو شاخ؟ اینجوری با کسی که همین الان جونتون رو نجات داده رفتار میکنی؟ تا وقتی اون یه نفر تو باشی هره. خدای من، فقط میخوام در حق یه نفر خوبی کنم و خیلی نمک نشناسی. باز چه نقشه ای داری؟ خیلی خواه، شما ماشین هوشمند رو پیدا کردید، بهتون میگم چی میخوام. منم همون چیزی رو میخوام که شما دنبال. سه تا چشم داری، بعد هنوز نمیتونی ببینی که دونان از خوشش نمیاد. جدی میگم، بی خودی بی خیال همه چیتون نشید. میشه الان بکشمش؟ مهمون من باش. ماتیوس. به دوست کوچولوم سلام کن. وای، منبع تغذیه؟ بهتره بگی منبع دوپینگ، ولی دوشاخ این صحبت ها حالیش نیست، کلش باد داره. گرفتم چی میگی؟ بذارش به عنوان هدیه آشتی کنم. خب اگه اینجوری نباشه علیه خودت استفاده میکنم. لازم بود درایویتون برو از زیر بخش بالا منقی اصلی عقب بکشن. راستی اون کلی دوازه ای که برای یه روش که انتران خیلی به دردم خورد. آماده ای؟ ترجیح میدم به جواب قطعی ندم. آیریس اسم سیستم تشخیص تایید آیریسه. بیا اینجا. برو. از اینجا کاری از دستمون بر نمیاد. کنترل از داخل دست اوناست. تو خوب باز کن و آینده رو ببین. نمیتونی دلیل به وجود اومدن تو بفهمی. احتراق موتور آغاز شد. تمامی کانتینر باید تالار اصلی را تخلیه کنند. احتراق موتور آغاز شد. شما اگه شهر ساختید و اسمش را گذاشید اولیمپوس، با این باور که همتون را تبدیل به ابرقدرت میکنید. نمیتونم کنترلش کنم. وجود شکاف در بدن تایید شد. پروتکل سیستم دفاع شخصی آغاز شد. خیلی دیر شده. وجود شکاف در بدن تایید شد. دیگه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. وجود شکاف در بدن تایید شد. Come on.
کتاب. Too late. She's already dead. Mundo morte, vali chocera. جوابیم نداره که تلوس دنبالش بود. چه اتفاقی افتاد؟ تلوس و دختره کجان؟ داخل اون سلاح. ولی ما چطوری قراره بریم اونجا؟ منظورت چیه ما؟ نقشت رو به هم نگفتی؟ وقت نداریم، باید به هم اعتماد کنی. محکم بشین دختر خلو. برای یه روز همونطور که گمون میکردم سطح خارجیش هنوز کامل نیست، باید یه نقطه ضعفی داشته باشه. اون شخص میبینی؟ حواست هست و شاره، حالا میتونم ببینمش. یکم بعد قلده، ولی درستش میکنم. همه ی موشک رو شلیک کن. Thank you.
جوره ای. دوشاخ کجاست؟ نمیدونم. نتونستم به اندازه کافی نزدیک شم، ولی تو محدودمی. پس اینجا هوا تو دارم. درست باشه توپ اصلی. میتونی ببینیش؟ یه سپر خارجیه، کامل نشده. از اونجا میتونی وارد شی. آره، اگه بتونی اون مسلسلای خودکار دفاعی از بین ببری دیگه مشکلی نداری. من چی کار میکنم؟ دوشاخ میتونی منو پرتاب کنی تو اون دریچه؟ فکر میکنی سنگینم؟ اینم یکی دیگه طلبم. تکون نخور. فکر میکردم فقط میخوای این سلاحو کنترل کنی، نه اینکه ازش استفاده کنی. نظرم عوض شد. اون بالا پر از آدمه، آدمایی که ادعا میکنی میخوای کمکشون کنی. میتونم کمکشون کنم، ولی هر وقت تونستن قدرتی که در اختیار دارم رو درک کنن. این کار همیشه بی نتیجه است. به آخرین کسی که این حرفو زد شلیک کردم، بعد از هواپیما پرتش کردم پایین. فکر میکنی هنوز زنده است؟ اون زنده است؟ دونان، فکر میکردم مردی. منم همین فکر رو میکردم. برای روز چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ خوبه، نمیخواستم شما رو تو درد سر بندازم. درد سر؟ تو اولسن شما به ما هدف دادین. راهی واسه متوقف کردن این هست؟ دارم سعی میکنم. من بودم که این سلاحو فعال کردم. نه، کار تو نبود، تلوس این کارو کرد. این دشت تا وقتی به نیویورک نرسه متوقف نمیشه. وقتی برسه اونجا خودشو نابود میکنه. چی؟ این سلاح واسه مجازات کردن برنامه ریزی شده. چرا؟ برای وقتی که کشور به دست دشمن افتاد. من یه راه بلدم. چی؟ میتونیم با برای روز صحبت کنیم. متوجه شدم. 8 دقیقه جنراتور در فاصله بسیار کم. سعیمون آره درستی، ما فقط یه شانس داریم و همونم برامون کافیه. متوجه. دونان کجاست؟ همینجاست. ما تمومش میکنیم به خاطر ورسه. دهش درست توی مسیره، تقریبا تو موقعیتم. تو آخری هستی، برو ببینم چی کار میکنی. اگه ما یه توپ دیگرم از بین ببریم فضای خیلی زیادی برات باز میشه. کار کرد. آره.
15 ثانیه وقت دارید. همین الان از اونجا بیایید بیرون. میتونم ژنراتور رو ببینم؟ همین حالا از اونجا بیای بیرون. چه خبر شده دونان؟ آیریس در رو باز کن، همین الان باید بریم بیرون. چی شده؟ میگم در رو باز کن. این ماشین سپراشو از نو بازسازی میکنه، مگه اینکه من بمونم و جلوشو بگیرم؟ نه، باید بیای بیرون. وصیت چیه؟ داریم فرصت از دست میدیم. برای روز به یه شلی که دقیق نیاز داره میتونم این فرصت رو بهش بدم. یه راه دیگه پیدا میکنیم، خواهش میکنم. من یه بایوترویدم، برای انجام این ماموریت طراحی شدم. نه نه، خواهش میکنم. خداحافظ. یه چیزا هست که میخواستم بهت بگم. تو به من یه دلیل دادی، تو به من امید دادی. Tiny Movies. چی گیرت اومد؟ چیز زیادی نیست. دونا، اون به خاطر چیزی که بهش اعتقاد داشت مرد. دونستن این کنار اومدن با مرگش رو راحت نمی کنه. همیشه همینجوره. کجا میخواید برید؟ میریم اولیمپوس رو پیدا کنیم. اولیمپوس؟ ها، چی فکر میکن انقدر شوختب و بامزه باشی؟ میدونی که هنوز یه بدهی داری که باید صافش کنی؟ حتما شوخیت گرفته. آره، شبیه کسی هستم که داره شوخی میکنه؟ اینجوری خواستم از اینکه شهرمو بهم برگردوندی تشکر کنم. خدمت شما. وای، فکر میکردم نابود شده. منو دست کم گرفتی. با دقت برونین، این اواخر ترافیک وحشتناکی بوده. در ضمن کمربنداتونم ببندید، شنیدم یه زمانی قانونی براش بود.
فکر میکنی دوشاخ عوض شده؟ تو اینطوری فکر میکنی؟ فکر نکنم. خب همیشه امید هست. امید؟ چه مفهومی؟ تایمی موویز، مرجع دانلود فیلم های دوبله به فارسی. ایریسو از دست دادی؟ میدونم، اون باید روید تو بود. متاسفم. اون در رای خدمت به اولیمپوس مرد. یه مرگ شرفتمندانه. و ماموریتش؟ انجام شد. نمونه اولیه نابود شد. آدمایی که کمکش کردن باید پیداشون کنیم؟ نه، هنوز نه. اونا مثل دونه های سیبن، هر جا که میرن امید جوونه میزنه. بقیه هم اگه شایسته باشن ازشون پیروی میکنن.